ببینید چطور علم میتونه امروز به داد ما برسه. همکاران خود من و بسیار از پژوهشگران دیگه مدت‌ها پیش، سال‌های پیش شروع کردن ببینن این القاب مذهبی آیا ریشه علمی داره یا نداره. بنابراین در اروپا به دنبال خانواده‌هایی رفتن که سید هستند، یعنی میگن ما سید هستیم. اینها رو از نام فامیلی قریش، انصاری، هاشمی، سید انتخاب میکنند و بعد مصاحبه، پدر کی هست، مادر کی هست که به اینجا به اروپا آمدید، و همه ادعای این دارن که ما سید هستیم، یعنی اینکه ما منصوب هستیم به حسن پیامبر. و حسین و فاطمه و پیامبر اسلام. اگر این طور باشه، شما یک کروموزوم داریم به اسم کروموزوم ایگرک. این کروموزوم ایگرک شما اون رو فقط اصلا از پدر خودتون میگیرید. حالا ما یک موتورخونه داریم در سلولهای بدن خودمون، اون موتورخونه رو همه ما فقط از مادرهای خودمون میگیریم. حالا اینها رفتن سراغ کروموزوم ایگرگ، اونهایی که ادعا میکنن سید هستند و اونهایی که نیستن، بقیه گروه کنترل. اگر واقعیت داشته باشه کروموزوم ایگرگ اونها بایستی به هم نزدیک باشه، شبیه باشه، توش تنوع گوناگونی نباشه. بزاق دهن استفاده شد، شما میتونید از بزاق دهن استفاده کنید، چون مهم نیست به درون چه سلولی میرید، تمام سلول های ما دقیقاً دارای همون دی ان ای هستند، یا در اروپا ADN هستند، هیچ تفاوت نمیکنه. منتها سلولی که در مغز هست به لطف اپیژن دیگه پوست نمیسازه، سلولی که در پوست هست به لطف اپیژن دیگه مغز نمیسازه، اما اون مولکول دقیقاً عین هم هستند. و اینها به سراغ بزاق دهن رفتن، آزمایش انجام شد و این واقعیت نداشت، یعنی کروموزوم ایگرگ اونها دقیقاً این بقیه بود. پیام چی هست؟ که این فقط یک ادعا هست. حالا نمیخوام بگم شارلاتانیسم یا حقوق بازی، ولی حداقل یک ادعایی هست که هیچ گونه ریشه‌ای در بیولوژی نداره. حالا بریم سراغ خانواده‌های لویت. آیا اونها منسوب به لوی، به یعقوب یا یعقوب یا ابراهیم هستند؟ همین حادثه اتفاق افتاد. اگر شما کروموزوم ایگرگ رو دنبال بکنید، میبینید که نه، اینها از جاهای گوناگون اومدن و بنابراین خود اونها یا پدران اونها یا پدر بزرگان اونها، جدهای اونها یک روزی یک ادعایی کردند و این ادعا به صورت ارث ادامه پیدا کرده. بنابراین یک مثال کوتاه است، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. باز پیام من برای جوانان ایران هست و برای دوستداران رضا شاه کبیر هست، به خاطر عشق و علاقه‌ای که این مرد به علم داشت و پایه‌گذار واقعا علم در ایران نوین هست، که بهترین دوست شما علم هست، بهترین رفیق شما علم و دانش است. و ما امروز ما واقعا به اندازه کافی سرخورده شدیم از سیاستمدارها و حتی اگه اجازه بدید بگم فیلسوف ها و جامعه شناسا. ما امروز نیازمند به علم، به اون مفهوم ناب خودش هستیم و خوشبختانه علم امروز پیشرفت کرده و علم یک دیسیپلینی هست که مرتب از خودش انتقاد میکنه. علم روی عدم اطمینان خودش رو سوار میکنه، نه اطمینان. هیچ چیزی رو با 100% اعلام نمیکنه، اما همونطور که گفتم زیباترین دستاورد ما هست. و امروز به اعتقاد من زمانی که در استادیوم آریامهر جوانان ایران نام رضا شاه بزرگ رو بلند فریاد میزنن، نام علم رو، علم و دانش رو دارن فریاد میزنن.